از همه کسانی که به این جلسه اومدن و به کسانی که بعدا در وبسایت این جلسه رو نگاه خواهند کرد خوش آمد میگم. این جلسه بعد از چند ماه فعالیت یا شروع کار صدای انقلاب، وبسایت صدای انقلاب و در ادامه فعالیت های اون سایت برای ایجاد یک فورم بین المللیه که درش بحث هایی در چه در چارچوب مسائل تئوریک و موضوعات سیاسی تاریخی در دستور کار خودش قرار داده. این اتاق اینترنتی بحث هایی رو در سطح جلسه های چند ساعته دنبال خواهد کرد. نوار ضبط شده صدا و تصویر ویدیوی این بحث ها در سایت voiceofrevolution.com که دوستان ادمین حتما می نویسند در سایت و خود منم بعدم می نویسم درج پیدا خواهد کرد. کوشش ما اینه که هر هفته این جلسه ها به صورت مرتب انجام بشه. در مواردی مهمانانی که داریم انگلیسی زبان خواهند بود، ولی اکثر جلسه ها فارسی خواهد بود. اون جلسه هایی که به زبان انگلیسی حتما ترجمه همزمان یا کتبی در زیرنویس خواهیم گذاشت تا همه دوستان بتونن در این بحث ها شرکت کنند. فعلا و تا اطلاع ثانوی این جلسه ها چهارشنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر خواهد بود تا 9 شب به وقت لندن و ساعت های مناسبش رو میتونید در جاهای دیگه نگاه کنید. ما سعی میکنیم در وبسایت دقیق تر جزئیات ساعت های کشورهای مختلف رو بنویسیم. فکر میکنم هست در اکثر سایت ها در مورد اکثر جلسه ها. شروع این جلسه ها با بحثی است که فکر میکنم زمینه برخی از صحبت های کناری است یا انتقاد هایی است که شاید اینجا اونجا حداقل بعضی از ما از جمله من یا از جمله تراب در جاهای مختلف مطرح کردیم و اون هم بحثی است در رابطه با استراتژی انقلابی، چرا که صحبت های تاکتیکی، صحبت های لحظه‌ای زیاد بوده ولی فکر میکنم صحبت در رابطه با استراتژی خیلی کم بوده در یک سال و یک ماهی که از حرکت زن زندگی آزادی در ایران میگذره. کوشش در این بخش اول از دو بحث در رابطه با استراتژی انقلابی بررسی تاریخچه تئوریک این مفهوم از سلسله بحث هایی در مورد اهداف و اصول سوسیالیسم انقلابی، اون چیزی که ما بهش تعلق داریم. با این مقدمه من از تراب خواهش میکنم شروع کنه صحبتش رو و من خودم رو سال. سلام عرض میکنم خدمت رفقا و تشکر از رفیق یاسمن. من اول به رفقا بگم ممکنه بعضی ها بخشی از این بحث منو شنیده باشن، چون چند وقت پیش در اتحاد چپ واشنگتن قرار بودی بحث رو ارائه بدم، منتها چون رفقا ضبط نکردن درش مجبورم تکرار کنم. بخش اولش بعضی از به صلاح نکاتی که امروز میخوام بگم شاید بعضی از رفقا شنیده باشن، معذرت میخوام از این بابت. ولی به هر حال مهمه به نظر من این بحث، نمیشه اغراق کرد درباره اهمیت بحث، به خاطر اینکه به نظر من اگر شما استراتژی انقلابی روشنی نداشته باشین نمیتونین برنامه انقلابی روشنی داشته باشین، نمیتونین در واقع جریان سیاسی مشخص و روشنی رو بسازین. برنامه و حزب بدون یه استراتژی واحد در واقع معنی نداره. یعنی امروزم که
خیلی ها به این نتیجه رسیدن بعد از خیزش اخیر که شرایط انقلابی در ایران ممکنه هر لحظه باز بشه، مسئله استراتژی انقلابی بیش از هر موقع اهمیت پیدا میکنه، چون این بلوک ها، این اتحاد ها، این به اصطلاح گروه بندی های جدیدی که در این دوره شکل گرفته، اغلبشون، یعنی اغلبشون بدون استثناء همشون، در شرایطی به اصطلاح اعلام وجود کردن که کوچکترین اشاره به مبحث استراتژی انقلابی نکردن. دانش از لحاظ کار این اتاق اتفاق خیلی جالبه، به فال نیک با من میگیرم که بحث اولیمون افتاد سر مسئله استراتژی انقلابی. ولی به هر حال قبل از پرداختن به این مسئله بگم که اینو من قصد دارم تو دو بخش بکنم، امروز بخش اولش رو ارائه میدم. در بخش اول میخواستم به یه سری مسائل تاریخی و تئوریک این مفهوم بپردازم، چون همونجور که رفقا فکر کنم موافق باشن و بدونن، این روزا سر هر چی آدم میخواد بحث بکنه اول باید به یه سری از این مفاهیمی که غلط فهمیده شده یا نادرست فهمیده شده یا به اصطلاح روشن نیستن بپردازیم، برای اینکه بفهمیم داریم با همدیگه چی میگیم. زبون همو برای اینکه بفهمیم مجبوریم این گریزای تاریخی و تئوریک رو بزنیم. اما برگردیم سر بحث امروز، استراتژی انقلابی. اصولا استفاده از لغت استراتژی خودش یه چیز جدیدیه، یعنی در مارکس و انگلز من یادم نمیاد، حداقل من جایی ندیدم، رفقا اگر جایی دیدن بعد میتونن حرف من رو تصحیح کنن، من جایی ندیدم صحبت حتی از واژه استراتژی استفاده کرده باشم. فقط تنها جایی که من یادمه انگلزه، که اونم در رابطه با مسائل نظامی، در رابطه با ارتش پروس، یه جا در به اصطلاح تیتر مقالش از این واژه استراتژی استفاده کرده. چون رفقا میدونن اصولا بحث استراتژی و تاکتیک از به اصطلاح دانشکده‌های نظامی در واقع شروع شد، اول کار به اصطلاح استفاده از این مقوله در رابطه با استراتژی های نظامی به اصطلاح مطرح شد. بنابراین انگلز هم در این رابطه استفاده کرده، ولی من حداقل من جایی ندیدم که چه مارکس چه انگلز از این واژه استفاده کرده باشند. ولی خب واضحه یه همچین مفهومی رو از نوشته هاشون میشه به خوبی دریافت کرد. مثلا مارکس اگه یادمون باشه یه جا میگه من 1952 1852 فکر کنم این حرف رو میزنه، میگه من نه طبقات رو کشف کردم نه مبارزه طبقاتی، قبل از من خیلی از متفکرین بورژوا هم به همین مسائل اشاره کرده بودن. اون چیزی که نوآوری منه اینه که من اثبات کردم که این طبقات یه رابطه تنگاتنگی دارن با ساختار اقتصادی اون جامعه، یعنی با وجه تولید اون جامعه، و در جامعه کپیتالیستی این ساختار باعث میشه که این مبارزه طبقاتی نتیجهش بشه دیکتاتوری پرولتاریا. یعنی همینجا مفهوم استراتژی خابیده دیگه، یعنی از حالا تا رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا استراتژی ما چیه؟ استراتژی رسیدن به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا چیه؟ یا استراتژی طبقه کارگر برای رسیدن به این به اصطلاح هدف نهایی چیه؟ این دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا توی جنبش سوسیالیستی اون دوران موسوم شده بود به اسم هدف نهایی. هدف نهایی مبارزه طبقاتی رسیدن به دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا است، که البته خود این دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا تازه مقدمه است برای رسیدن به یه جامعه سوسیالیستی، یعنی انتقال به جامعه سوسیالیستی تازه بعد از این تسخیر قدرت و تشکیل دیکتاتوری پرولتاریا شروع میشه. یعنی به این معنا مسیر راه از حالا تا دیکتاتوری پرولتاریا و آغاز انتقال به سوسیالیسم رو بهش میگیم استراتژی انقلابی. ولی خب توی بین الملل دوم و سوم استفاده از این مفهوم به تدریج رایج میشه،
یعنی هم مفهوم استفاده از واژه استراتژی، هم مشخصا استراتژی انقلابی به معنای چگونه به این هدف نهایی میرسیم. بین الملل دوم کمتر، ولی به خصوص بعد از بلشویک ها و بین الملل سوم این بحث خیلی رایج شد. تو خود بین الملل سوم میدونیم حتی یه قطعنامه هست تحت عنوان استراتژی و تاکتیک. بنابراین یه مبحثی است که بیشتر با بلشویک ها رایج میشه تا قبل از بلشویک ها، ولی خب بین الملل دوم برای اولین بار از این استفاده میکنن، اونم در رابطه با انقلابات در اروپای شرقی. یعنی اون موقع این مبحث در دفتر روابط بین المللی بین الملل دوم در میگیره که در رابطه با انقلابات تو شرق ما موضعمون چیه. یعنی انقلابات توی شرق، شرق اروپا رو داریم میگیم، جاهایی که هنوز انقلاب دموکراتیک نشده، آیا استراتژی انقلابی ما همون سوسیالیستیه یا دموکراتیک. در رابطه با این مبحث این مسئله باز شد توی بین المللی دوم، اونم یکی تا جایی که باز اطلاعات من ممکنه ناقص باشه، ولی من به جز دو سه تا مقاله و اشاره به این قضیه چیز دیگه حتی تو به اصطلاح اسناد بین المللی دوم هم پیدا نکردم. ولی در یه سری از مقالات اشاره شد به این که ما دو نوع استراتژی داریم در رابطه با انقلاب، یکی استراتژی انقلاب دموکراتیک، یکی استراتژی انقلاب سوسیالیست، و اینها را از این نوشته مارکس استنتاج می‌کردن که در مقدمه ادای سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی مارکس اونجا که به سوی شرح حالی از گذشته و از عقاید خودش میده اونجا اشاره کرده که در مرحله ای از انکشاف نیروهای مولده مناسبات تولیدی با نیروهای مولده در تضاد قرار میگیرن. این مناسبات یه موقعی به اصطلاح چارچوب رشد نیروهای مولده بودن، حالا به مانعش تبدیل میشن و تو این دوره است که توده ها آگاه میشن و ضرورت انقلاب رو درک میکنن و دوران انقلابی باز میشه. بر اساس همچین مفهومی به اصطلاح بین الملل دوم گفت پس ما دو نوع انقلاب داریم دیگه. یعنی مطابق این تعریف مارکس، انقلاب در واقع در اون دوره انتقال از یه وجه تولید به یه وجه تولید دیگه صورت میگیره. این انقلاب در واقع خودش یه عاملی است برای انتقال از یه وجه تولید به یه وجه تولید دیگه. بنابراین چیزهای ساختاری و جدی هستن انقلابات. هر نوع شورشی، هر نوع بسیار طغیانی رو بهش نمیگیم انقلاب در دیدگاه بسیار مارکسیستی. از این زاویه اینا گفتن خیلی خوب، پس اون جاهایی که انقلاب دموکراتیک نشده هنوز باید انقلاب دموکراتیک بشه. استراتژی ما اینه که کمک کنیم به اینکه این انقلاب سوسیالیستی، انقلاب دموکراتیک به بهترین نحوش انجام بشه. یعنی هرچی حقوق دموکراتیک گسترده تر و بیشتر باشه در اثر این انقلاب دموکراتیک، به نفع طبقه کارگرم هست. این به اصطلاح شکلی بود که برای اولین بار مسئله استراتژی و تاکتیک در بین الملل دوم مطرح میشه، که البته میگم این برداشت خیلی مکانیکی و به نظر من غلط رو از این مفهوم میکنن که بله در هر جایی که انقلاب دموکراتیک نشده پس باید اول انقلاب دموکراتیک بشه، انقلاب دموکراتیک بعد شرایط باز میشه برای انقلاب سوسیالیست. در چه دو نوع استراتژی رو ارائه میدن و شما به نوشته های اون دوره سوسیال دموکراسی نگاه کنید، به خصوص کاوسکی که نظریه پرداز اصلی بین الملل دوم بود، خیلی مقالات هست راجع به تعریف حالا این دوتا مقوله، یعنی انقلاب دموکراتیک چیه، انقلاب سوسیالیستی چیه، وظایف ما تو انقلاب دموکراتیک چیه، وظایف ما تو انقلاب سوسیالیستی چیه. و خود کاوسکی به خصوص دو تا حتی کتاب داره سر این قضايا و بحثایی هم که کرده الزاما نادرست نیستن، خیلی به صدا آموزنده هم هستن، ولی اگر در این چارچوب بذاریم نتیجه که بین الملل دوم ازش گرفت، خب یه مقدار اشکال داره. این رو من میخوام باز کنم امروز، اونم این که اول باید این باشه دوم میشه اون یکی. هر جایی که انقلاب دموکراتیک نشده بعد انقلاب دموکراتیک اول بشه. این به نظر من یه برداشت غلطیه.
حالا بگذریم از این که اصولا از همون جمله مارکس توی مقدمه ادای سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی خیلی تفاسیر غلطی از این جمله مارکس شده در رابطه با تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به عنوان بنیاد به اصطلاح دوران انقلابی. حالا به اون اگر فرصت شد در ضمن بحث به اونا میپردازم، ولی به هر حال یک سری از به اصطلاح نکاتی که مثلا کاوسکی در رابطه با انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیسم میگه الزاما گفتم نادرست نیستن. خود مارکس هم و ما انگلز هم به این مسائل زیاد اشاره کردن، یعنی خود مارکس و انگلز هم در جاهای مختلف از انقلاب دموکراتیک صحبت کردند، از انقلاب بورژوایی صحبت کردند، از انقلاب بورژوا دموکراتیک صحبت کردند. هر ستاش یه معنا داره براش. اینا انقلاباتی است که در دوره انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری رخ میدن. همینطور هم از انقلاب پرولتری صحبت کردند، از انقلاب کارگری صحبت کردند، از انقلاب پرولتری سوسیالیستی صحبت کردند، از انقلاب سوسیالیستی خالی صحبت کردند. اینا همش در واقع همون انقلاب سوسیالیستیه، چون انقلاب سوسیالیستی در واقع با انقلاب پرولتری آغاز میشه. بنابراین این که بین الملل دوم میگه ما دو تا استراتژی داریم نادرست نیست. یه استراتژی انقلاب دموکراتیک داریم، یه استراتژی انقلاب سوسیالیستی. این که این باید قبل از اون بشه، اینشه که اشکال داره و ایراد داره. این به نظر من ربطی به نوشته‌های خود مارکس نداره، برای اینکه همون موقعی که به اصطلاح مارکس این ادای سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی رو می‌نویسه، نقدن خود مارکس فراتر رفته از اینکه اول بعد انقلاب دموکراتیک بشه بعد انقلاب سوسیالیستی. یعنی به یه نتایجی رسیده که ما مثلا توی خطابیه اتحادیه کمونیستا در انقلاب آلمان 1851 میبینیم که اصولا یه تفسیر جدیدی رو وارد میکنه. به عبارت دیگه این درکی که بین الملل دوم داره از این دوتا استراتژی متفاوت، نقدن تاریخ مصرفش سپری شده حتی زمان خود مارکس، چه برسه حالا 50 سال بعد از مارکس که این حرف رو بین الملل دوم میزنه. و اینه که من میخوام به اصطلاح اینجا باز کنم برای رفقا که چیه این اشکال و این ایراد. نکته ای که بعد اینجا به اصطلاح روش تأکید کرد، یه قانونی است که به نظر من مارکس کشف میکنه تو این دوره، هرچند خودش این نام رو روش نمیذاره و تروسکی اولین بار اسم میذاره روی این قانون به اسم قانون رشد ناموزون و مرکب، ولی مفهومش خود تروتسکی هم ادعا میکنه که از مارکس گرفته و واقعا هم مارکس از همون مقدمه نقدی بر فلسفه حق هگل این مفهوم رو باز کرده، مفهوم رشد ناموزون و مرکب. به این معنا که موقعی که سرمایه‌داری پیدا میشه در فرض کنین اروپای شمالی و غربی، حالا خیلی از این مناسبات سرمایه‌داری از این شکل جدید این وجه تولید میتونه منتقل بشه به کشورهای دیگه و مخلوط بشه با به اصطلاح نظام‌های پیشا سرمایه‌داری. این به اصطلاح ناموزونی و مرکبیش در این هم عقب‌ترن از رشد فرض کنین مثلا انگلستان یا هلند، هم اینکه عواملی از وجه تولید فئودالی و سرمایه‌داری رو به صورت مرکب در هم وجود دارن. یعنی موقعی که سرمایه‌داری پیدا میشه به زبون ساده تر خب نفوذ میکنه دیگه تو کشورهای مختلف. قبل از اینکه بخواد این وجه تولید غالب بشه تو این کشورها یه حالت مخلوطی وجود داره، یعنی هم روابط سرمایه‌داری اونجا هست هم روابط فئودالی اونجا هست و یه دولت و حکومت مطلقه همون بالا نشسته مثلا بالانس میزنه روی این دو تا وجه تولید، رشد ناموزون و مرکب. خود مارکس مثلا از زوایای مختلفی مطرح کرده، مثلا اولیش این که یه دولت فئودال، یه دولت به اصطلاح اون موقع هنوز ما قبل سرمایه داری، موقعی که میبینه انگلیس صنعتی شده مثلا
تکنولوژی جدید را افتاده، خب میتونه به دلایل مختلف همین تکنولوژی رو وارد کشورش کنه، نه اینکه سرمایه‌داری رو وارد کشورش کنه، از بالا دولت بسیار این صنایع مدرن رو وارد کنه توی بسیار کشوری که هنوز در چارچوب فئودالیسم داره کار میکنه. مثلا انگلیس، پروس اون موقع، آلمان که بعد شکل میگیره، پروس اون موقع اینا به خاطر که بتونن از لحاظ نظامی مثلا با انگلیس و فرانسه رقابت کنن، شروع میکنن یه سری صنایع نظامی رو از بالا وارد کردن و ساختن و ایجاد کردن، به شکلی که مثلا ما میرسیم به اواخر قرن 19 هم در روسیه، مثلا میگم بزرگترین کارخونه های اون موقع اروپا در روسیه است. روسیه جمعیتی مثل 8-9 میلیون کارگر نقدن تا اون موقع ایجاد کرده و بزرگترین تجمع های صنعتی رو ایجاد کرد. یا آلمان یکی از بزرگترین صنایع به صدا اون دوره رو در دست آلمانه، یعنی جهش حتی تکنولوژیک هم کرده، یعنی صنایع حالا سرمایه‌داری رو در اون عالی تری شکلش وارد کرده و خودش هم به صدا تازه تکاملش هم داده. مثلا اوائل قرن جنگ جهانی اول صنعت آلمان دست کمی از صنعت انگلیس نداشت، ولی خب این تفاوت رو داشت که این از بالا ساخته شده، یعنی دولت هنوز تغییری نکرده، دولت در واقع یه دولتی که هنوز میشه گفت دولت فئودالیه، حکومت مطلقه هایی است که در این دوره در کشورهای فئودالی شکل میگیرد، ولی توی همین جامعه فئودالی پیوند زده شده یه بخش بزرگ و عمده و قوی به اصطلاح سرمایه داری. خب این باعث یه سری تغییر و تحولات میشه. اولیش این که مارکس مثلا به این اشاره کرده، اون موقع توی مقدمه مانیفست های رفعا یادشون باشه اشاره کرده، موقع که میگه انقلاب آلمان در شرف انقلاب است و کمونیستا همشون باید توجهشون جلب آلمان بشه. چرا؟ چون در آلمان در یه شرایطی داره این انقلاب رخ میده، انقلاب دموکراتیک به اصطلاح، انقلاب دموکراتیک میخواد رخ بده که یک طبقه کارگری ما داریم که می به سوسیالیسم رسیده، یعنی با انقلاب کبیر فرانسه این انقلاب حالا خیلی فرق خواهد داشت. در اینجا یه پرولتاریای نیرومندی هست که نه تنها از نظر عددی و وزن اجتماعی بزرگه، بلکه حتی عقاید رادیکال و سوسیالیستی هم گرفته در خودش. خب واضحه این خیلی تفاوت‌ها ایجاد می‌کند در انقلاب دموکراتیک، اگر یه همچین نیروی هم در اون انقلاب مداخله کنه. دو، این که بورژوازی، طبقه‌ای که حالا سرمایه‌داری رو به اصطلاح باید در این جامعه به اصطلاح به ثمر برسونه، این طبقه هم خودش دیگه انقلابی نیست مثل دوران فرض کنین انقلاب فرانسه. چرا؟ چون در مقابل خودش یه پرولتاریای میبینه که اصلا خودش رو، هستی خودش رو به خطر انداخته، بنابراین از ترس پرولتاریا در واقع اون روحیات انقلابیگریش رو از دست میده، دیگه حاضر نیست از طریق انقلابی با فئودالیسم بجنگه، بلکه میره از بالا سازش میکنه با فئودالیسم. بنابراین بدونی که انقلاب دموکراتیک بشه میخواد روابط سرمایه‌داری رو به اصطلاح وارد کنه، و این به اصطلاح پدیده ایست که دوتا پدیده ایست که مارکس مثلا میگم تو همون مانیفست اشاره میکنه، یا تو مقدمه نقد فلسفه حق هگل یه پاراگراف معروفی داره، میگه ما در آلمان موقعی میخوایم دولت مدرن رو بسازیم که تناقضات این دولت مدرن نقدن خودش رو نشون داده در انگلستان، در فرانسه، ما تازه میخوایم کپی کنیم یه چیزی رو بسازیم که نقدن تناقضاتش روشن شده. دو، تازه نه تنها میخوایم این کار رو بکنیم، حداقل در انگلستان یا در فرانسه یا در هلند این انقلاب دموکراتیک یه مزایایی هم داشت دیگه، یه چیزایی رو هم به ارمغان آورد، یه درجه از آزادی و حقوق دموکراتیک رو به دنبال خودش داشت، ما حالا اوناش هم نداریم، یعنی ما نه تنها داریم یه چیز متناقض رو دوباره میخوایم از نو بسازیم، بلکه از اون مزایای اولیه هم که
اروپایی ها برخوردار شده بودن دیگه برخوردار نیستیم، یعنی از یه لحاظ عقبتریم، از یه لحاظ خیلی جلوتر افتادیم. این پدیده رشد ناموزون و مرکب خب یه حالت ویژه ایجاد میکنه که این اولین بار خود مارکس در انقلاب 1848 آلمان باش مواجه میشه. اونم اینکه این انقلاب یه انقلاب بورژوا دموکراتیک، یعنی از اولش بورژوازی داشت این انقلاب رو رهبری میکرد، خواستای دموکراتیک بود، با اینکه پرولتاریا به نسبه به اصطلاح شکل گرفته، عقاید سوسیالیستی هم توش هست، ولی نقش آنچنانی در اوایل این انقلاب نداشت. و حتی خود مارکس و اتحادیه کمونیستان که در این انقلاب میخوان شرکت کنن، اسم نشریهشون رو میذارن نشریه حزب دموکرات. حزب اونجا اون دوره معنی نهضت رو میذاره، همون چیزی که ما بهش میگیم نهضت، یعنی نهضت دموکراتیک. از زاویه نهضت دموکراتیک وارد انقلاب میشه مارکس و اتحادیه کمونیستا. و بخونین شما نوشته های اولیه مارکس و انگلز رو تو همون سال اول مثلا انقلاب 1848، تاکتیک هاشون هم روشنه در این انقلاب که ما میخوایم مکسیموم حقوق دموکراتیک رو از این انقلاب در بیاریم، یعنی هر نوع حقوق دموکراتیکی که بورژوازی مدافعشه ما مکسیمومش رو میخوایم، ما بهترین شکلش رو میخوایم، ما عالی ترین فرمش رو میخوایم. هر چی بتونیم حقوق دموکراتیک رو گسترده تر کنیم به نفع پرولتاریا خواهد بود. این تاکتیک اصلی به صلاح این نشریه مارکس و اتحادیه کمونیست است. و اتحادیه کمونیست ها فعالیتش اینه که فشار بذاریم رو بورژوازی برای اینکه افشاش کنیم بورژوازی رو، برای اینکه ناپیگیریش رو نشون بدیم که حاضر نیست به شکل ماکسیموم این خواستای دموکراتیک رو حل کنه. و تا اونجایی که به اصطلاح بورژوازی مبارزه واقعی بکنه برای خواستای دموکراتیک، ما هم ازش دفاع میکنیم، ما هم از این خواستا دفاع میکنیم، ما هم شرکت میکنیم بدون اینکه استقلال خودمون رو از دست بدیم، بدون اینکه یه جبهه بسازیم با بورژوازی. اشاره هم میکنه، میگه بورژوازی به خاطر منافع خودش باید این کار رو بکنه، احتیاجی نیست ما باش وارد جبهه بشیم، ما اتفاقا باید فشار روش بذاریم که بیشتر برو جلو، هی به جلو هلش بده. این به طور کلی تاکتیکی بود اوائل انقلاب 1848 اینا اجرا میکنن. ولی دو سال بعدش مارکس در واقع میاد تز انقلاب مداوم رو میده، میگه بورژوازی قادر نیست این چیزها رو حل کنه به همون دلایلی که گفتم. بورژوازی ترسش از پرولتاریا بیشتره تا از فئودالیسم، درنچه حاضره با فئودالیسم بسازه ولی نذاره که پرولتاریا این وسط بیا دخل خود بورژوازی رو بیاره، بنابراین زیادی انقلابی نشه، زیادی روی نکنه در انقلاب ضد فئودالی، و الا بعد میگیر طبقه کارگر خواهد افتاد. به همین خاطر ناپیگیری نشون میده و تزلزل نشون میده و در واقع کارهایی که باید بکنه نمیکنه در این انقلاب، تا جایی که رهبری انقلاب میفته دست خورده بورژوازی. خورده بورژوازی هم همینطور ناتوانه در این که اقدامات انقلابی جدی رو انجام بده، اون هم عاقبت نمیخواد بورژوازی رو از دست بده. در نتیجه مارکس به این نتیجه میرسه که اصولا دیگه دوران انقلابات دموکراتیک سپری شده، حالا در آلمان ها، ولی بعد این رو تعمیم میدن به کشورهای دیگه، دوران انقلاب دموکراتیک پایان گرفته، ما باید انقلاب رو مداوم کنیم. و منظورش از انقلاب مداوم اینه که این طبقات حاکم و یعنی فئودالیسم و بورژوازی رو یکی پس از دیگری هر دوتا رو سرنگون کنیم. مداوم هم به این معنا که یعنی یه دوره تاریخی فاصله بینشون نیست این قدم های چنگانه، بلکه تو همون دوره انقلابی همه این کارها رو باید بکنیم. انقلاب ما مداومه، یعنی تا اینکه همه این نتایجش به صلاح تحقق پیدا کنند. اینجا به صلاح تز انقلاب مداوم داده میشه. به نظر من مارکس بعدها هم تو نوشته های دیگرش که نگاه میکنین کم و بیش
همین به اصطلاح برنامه رو در رابطه با جاهای دیگه هم گفته، مثلا در رابطه با لهستان بعدها همین حرف رو زده، در رابطه با روسیه به یه شکلی دوباره همین حرف رو زده که ما انقلابات بسا خالص دموکراتیک مثل دوران قدیم دیگه نخواهیم داشت، دورانش سپری شده. این انقلابا از همون اول بسا جنبه های ضد سرمایه‌داری هم درونشون قویه و کمونیستا باید کاری بکنن که اون جنبه ها غلبه پیدا کنه در این پروسه انقلابی. به این معنا تز انقلاب مداوم رو به اصطلاح مارکس میاره مطرح میکنه. و البته این تز انقلاب مداوم مارکس، بعد مارکس خود مارکس زیاد دنبالش رو نمیگیره، چون بعد از در واقع 1952-53 که اصلا میاد و از آلمان که میاد خارج و عاقبت سر از انگلستان در میارن و انگلستان هم تمام توجهش میره سر کاپیتال و تا 1871 اتفاق آنچنانی انقلابی هم نمیفته که بخواد حالا سرش قضیه تئوری بده، درنچه دیگه نظر خاصی در رابطه با انقلاب مداوم نداده. ولی این حرف تروسکی تو انقلاب روسیه بر میداره دوباره دیگه، تروسکی این تز انقلاب مداومش رو در واقع بعد از 1905 مطرح میکنه، خودش هم میگه از مارکس گرفته و دقیقا هم از مارکس گرفته، چون همین بحثا رو که میبینیم این متکیه به همین گفته های مارکس، منتها با یه شکل جدید تروسکی مطرح میکنه. اونم اینه که انقلاب ما دموکراتیکه، یعنی انقلاب روسیه دموکراتیکه. هنوز هم لنین هم تروسکی هم منشویک ها مارتوف، یعنی اینا همشون هنوز تو همون چارچوب استراتژی بین الملل دومن، یعنی میگن اگر انقلاب دموکراتیک نشده پس انقلابی که در پیش روی ماست دموکراتیک. و از یه لحاظی هم هست به این معنا که خواستای اساسی انقلاب خواستای دموکراتیک هست، سرنگونی تزاره به اصطلاح، آوردن لغو امتیازات فئودالیه به اصطلاح، آزادی های دموکراتیکی که باید در این جامعه مستقر بشه، بنابراین انقلاب دهقانیه. یعنی شروع مبارزات انقلابی رو که نگاه کنین بله دور تکالیف دموکراتیکه، به همین خاطر همه هر ستای اینا میگن این انقلاب دموکراتیکه، منتها با تفاوتایی. منشویکا همون تز بین الملل دوم رو ور میدارن به این معنا که انقلاب ما دموکراتیکه، بنابراین پرولتاریا باید کمک کنه به بورژوازی که این انقلاب هرچه رادیکال تر انجام بشه. تا اینجا داره همون حرف مارکس رو میزنن که ما میکنیم این انقلاب دموکراتیک رو به بهترین شکلش به صدا تحقق پیدا کنه، این کاریست که ما میتونیم بکنیم، ولی بعدش دیگه در قدرت ما نمیتونیم شرکت کنیم چون بورژوازی باید بیاد بگیره، غیر اصولیه برای سوسیالیست ها که برن با بورژوازی تو حکومت مشترک شرکت کنن، ما میشیم اپوزیسیون افراطی این دولت جدید بورژوایی که اونجا بجنگیم حالا برای تحقق استراتژی انقلاب سوسیالیستی. لنین هم از همینجا شروع میکنه، ولی میگه نه، ولی همون حرفای مارکس که در رابطه با آلمان زده بود لنین هم در رابطه با روسیه میزنه، به این معنا که در روسیه ما بورژوازی داریم که از طریق تزاریزم در واقع ساخته شده، این صنایع بزرگ و تزاریزم دولت وارد کرده و این بورژوازی اونقدر وابسته است به این دولت تزاری که حاضر نیست انقلاب بکنه و حاضر نیست انقلابی عمل کنه و از پرولتاریا بیشتر وحشت داره تا از تزاریزم، به همین خاطر قادر نخواهد بود این انقلاب دموکراتیک رو رهبری کنه. خب اگر بورژوازی قادر نیست این انقلاب دموکراتیک رو رهبری کنه، پس کی میتونه این انقلاب رو رهبری کنه؟ که لنین و جناح بولشویکا به این نتیجه میرسیدن که پس پرولتاریا و دهقانا با هم باید این انقلاب رو رهبری کنن و قدرت سیاسی رو بگیرن و دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان رو تشکیل بدن. این اون حکومت موقت انقلابی است که بعد از انقلاب میاد. به نظر من حالا با این که خیلی ها فکر میکنن این حرف لنین خیلی به اصطلاح همون موقع توی خود به اصطلاح سوسیال دموکراسی روسیه هم این بحث مطرح میشه که
خیلی حرف عجیب و غریبیه و درست نیست و ایراد به لنین گرفته میشه. فرمول لنین هم آنچنان دقیق نیست، ولی به نظر من در چارچوب هنوز بحث مارکسه، یعنی فراتر از اون نرفته و غلط به اون معنای دقیق کلمه نیست. حالا فرمولایی که به کار میبره ممکنه گیج کننده باشه، ولی در چارچوب کلی درسته. یعنی ما در آستانه انقلاب دموکراتیکیم، به این معنا که خواستایی که توده‌ها دورش دارن مبارزه میکنن دموکراتیکه، ولی بورژوازی قادر نیست اینو رهبری کنه. خرده بورژوازی مهمی هم اصلا روسیه نداشت در اون زمان، بنابراین پرولتاریا و دهقانا باید بیان قدرت رو بگیرن و این تکالیف انقلابی رو انجام بدن. از این لحاظ به طور کلی درسته. بعد اگر در اروپا انقلابات پرولتری بشه، یعنی همین انقلاب روسیه باعث میشه که موج انقلابی به اروپا هم سرایت کنه، متو تو اروپا اون وقت انقلابات سوسیالیستی میشه، پرولتاریای سوسیالیست حالا میاد به ما کمک میکنه که ما هم بریم به طرف سوسیالیست. یعنی از همون دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانا بپریم به دیکتاتوری پرولتاری. و لاینقطع انقلابی است بیوقفه، یعنی از این میتونه تبدیل بشه به اون بدون اینکه فاصله تاریخی بین این دوتا مرحله باشه. تروتسکی میاد میگه نه نمیشه، یعنی دولت دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان معنی نداره، بالاخره تو این دولت باید یه طبقه هژمونی داشته باشه دیگه، نمیشه که دوتا طبقه با هم هژمونی داشته باشن. و دهقانان هم نمیتونن برنامه خاصی، یا باید برن دنبال بورژوایی یا باید برنامه سرمایه‌داری رو دنبال کنن یا باید بیان برنامه سوسیالیستی، برنامه خاصی از خودشون ندارن، بنابراین نمیتونن چیزی خاصی از خودشون رو بیان کنن جز یا بورژوایی بشن یا پرولتری بشن از لحاظ دیدگاه استراتژیک انقلابی. بنابراین این دولت اولی که تشکیل میشه باید دولت پرولتری باشه، در واقع دولتی باشه که کارگران درش مثل اکثریت رو دارن، هژمونی رو دارن، غلبه میکنن. خب اگر اینطوره در این دولت پرولتری بعدش اتفاقی میفته، میگه خب اگه قدرت دست پرولتاریا بیفته بعد از این انقلاب دموکراتیک، خب پرولتاریا چرا به برنامه حداقل اکتفا کنه؟ چون بحث منشویک‌ها این بود که در انقلاب دموکراتیک ما میجنگیم برای حقوق دموکراتیک و برنامه حداقل سوسیال دموکراسی. اگر حتی ما بخوایم سر برنامه حداقل بجنگیم، تروتسکی میگه اگر ما بخوایم فقط سر برنامه حداقل بجنگیم، خب بورژوازی مثلا میره کارخونه رو میبنده، تعطیل میکنه، میگه اگه شما میخواین مثلا چیزی اضافه بر این بخواید من نمیدم، چه حربه ای داره، کارخونه رو تعطیل کنه. خب ما چی کار میکنیم؟ ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم همینجوری نگاه کنیم، خب ما هم میریم کارخونه رو از دستش میگیریم، خلعیت میکنیم ازش. یعنی چه بخواهی چه نخواهی، خود مبارزه طبقاتی موقعی که دولت شده دولت کارگری، موقعی که پرولتاریا به قدرت رسیده، واضح سوق پیدا خواهد کرد به طرف مبارزه سوسیالیستی، به طرف مبارزه ضد سرمایه داری. بنابراین بین انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی باز یه فاصله تاریخی نیست. انقلاب دموکراتیک به طور مداوم فرا می روید به انقلاب سوسیالیستی. یه تفاوت کوچولی می‌بینیم با مفهوم مارکس داره. مارکس داره میگه طبقات حاکم و یکی پس از دیگری باید از بین ببریم. تداوم در اینجاست. وارد مسئله دولت اصلا نمیشه، چون دولتی هنوز شکل نگرفته. به نظر فرمول مارکس خیلی دقیق تره، چون هنوز وسط این انقلاب دولت جدیدی شکل نگرفته. انقلاب های مداومه، یعنی خود همین دولت، همین قدرت سیاسی در حال تغییر دائم وسط این دوره مداوم. بنابراین دولتی شکل نگرفته که ما بخوایم صحبت از دولت بکنیم. به نظر این بحث که تا پرولتاریا قدرت رو بگیره دولت پرولتری شده، خودش یه اشتباه بزرگه. رژیم سیاسی قدرت سیاسی، ولی این دولت نیست هنوز. موقعی که مارکس مثلا در کمون پاریس میگه یکی از اشتباهات کمونارد این بود که آپاراتوس دولتی موجود رو از بین نبردن، یعنی چی؟ یعنی اگه این آپاراتوس رو شما از بین ببرین، حالا باید یه آپاراتوس دیگه جاش بذارین دیگه.
یعنی هنوز دولت کارگری ساخته نشده. درسته قدرت سیاسی دست به صلاح پرولتاریا افتاده، رژیم سیاسی عوض شده، ولی هنوز نهادهای دولت کارگری ساخته نشده. اول باید اینا رو تخریب کنین، بعد اینا رو بسازین. یه دوره طول داره تا دولت کارگری واقعا ساخته بشه. هنوز دولت کارگری نساختی. و این خاطر معنی مارکس به نظر من از یه لحاظی دقیق تره. یعنی طبقات حاکم، بورژوازی، فئودالیسم، اینا یکی پس از دیگری باید قدرت از همه اینا بگیریم تا به اصطلاح قدرت کارگری رو تشکیل بدیم، تا دولت کارگری رو تشکیل بدیم. ولی به هر حال در چارچوب به اصطلاح بحث تئوریک مارکس کاملا می گنجه این حرف به نظر من تروسی. خب این چی میگن؟ این خیلی بخوام کلی و به اصطلاح تلگرافی بیان کنم این مبحث رو، تا اینجاش یعنی این بحثی است که در رابطه با استراتژی انقلابی شده، نتیجه ای که از انقلاب روسیه میاد بیرون در واقع اینه که انقلاب در کشورهایی که حتی هنوز انقلاب بورژوا دموکراتیک نشده یه پروسه انقلاب مداوم خواهد بود، به این معنا که میتونه از تکالیف دموکراتیک شروع بشه به تکالیف ضد سرمایه‌داری ختم بشه این پروسه انقلاب. بر اساس این به اصطلاح برداشت جدید شروع شد نوشته هایی در اون دوره، مارکسیست های اون دوران چه در اروپا چه در به خصوص در خود روسیه سر این مسئله بیشتر فکر کردن. چندین مارکسیست آلمانی و چندین مارکسیست روسی مقالات متعددی دارن سر اینکه حالا از این حرف چه نتایج جدیدی میشه گرفت. به نظر من یکی از به اصطلاح درسایی که گرفته شد این بود که خیلی از این نوشته ها سعی کردن کنکرت کنن، مشخص کنن اساسا تحلیل ما رو از انقلاب، به این معنا که توی این دوره ما یه تئوری جدید پیدا میکنیم به یه معنایی. و خود لنین هم در این رابطه کلی مقاله نوشته داره که موقعی که شما میخواین به استراتژی انقلابی نگاه کنین به چند چیز باید دقت کنین. روش تحلیلی ما باید این باشه، اول اینکه ببینیم تکالیف این انقلاب چیه، یعنی این جامعه چه تکالیف تاریخی در مقابلش قرار داره. یه سری از این تکالیف تکالیف دموکراتیکن، یعنی باید حکومت مطلقه رو مثلا از بین ببری، فئودالیسم رو باید از بین ببری، انقلاب ارضی باید بکنی، یعنی نکات اینجوری. یه سری تکالیف تاریخی در مقابل این انقلاب قرار داره. خب این تکالیف چی هن؟ آیا مرکب هن یا نه؟ مثلا فقط دموکراتیک هن اولش. میتونه اینطوری باشه. یه پروسه انقلابی که راه میفته اولش فقط تکالیف دموکراتیک عمده بشن، ولی در طول راه خود به خود منجر بشه به برجسته شدن تکالیف ضد سرمایه داری. به هر حال تحلیل اول ما اینه که ببینیم مجموعه تکالیفی که در مقابل این انقلاب قرار داره چی هم. من حیث المجموع به اصطلاح در اغلب کشورهای اروپایی شما بخواید نگاه کنین و این تئوری رو بسنجین، یعنی تکالیف مرکبه، هم تکالیف ضد سرمایه‌داری است هم تکالیف ضد فئودالی، تکالیف انقلاب مرکبه. دو، اینی که باید تحلیل کنین که ماهیت طبقاتی دولتی که در مقابل حل این تکالیف قرار گرفته چیه. این دولت آیا فئودالیه، آیا بورژواییه، آیا یه چیزی بین این دوتاست، یه دولت مثلا بناپارتیستی مثل دولت پروس به این معنا که داره روی طبقه بورژوا و طبقه فئودال به اصطلاح بالانس زده، نه اینوریه نه اونوریه. هنوز این حالت انتقالی داره این شکل دولتی، بنابراین این ماهیت طبقاتی دولت باید روشن شه. یه جایی کاملا فئودالیه، هنوز حتی به اصطلاح این حالت انتقالی رو پیدا نکرده، یه جایی حالت انتقالی رو پیدا کرده، یه جا بورژوایی شده. خب اگر بورژوایی شده یا اگر بینابینیه یا اگر فئودالیه، این روی ترکیب طبقات تاثیر داره دیگه، چون طبقات خودشون در رابطه با این دولت پا
پایگاه های مختلف اجتماعی رو تشکیل میدن دیگه. مثلا میگم دولت اگر بورژوایی بشه، خب واضحه بخش از خرده بورژوازی هم باید پشت این دولت باشه دیگه. دولت بورژوایی که نمیتونه فقط متکی باشه به یه اقلیت سرمایه‌دار بزرگ، یه بخش های عظیمی از خرده بورژوازی، حداقل لایه های بالایی خرده بورژوایی هم باید پشت این دولت باشن دیگه. این اصلا نمیتونه شکل بگیره اگه همچین پدیده ای نباشه. بنابراین اگر اینطوریه، خب این بخش خرده بورژوازیش نمیتونه مثلا تو حل اون تکالیف شرکت کنه، برای سرنگونی این دولت شرکت کنه. یعنی خلاصه شما باید تکالیف رو بشناسی، ماهیت طبقاتی دولت رو بدونی، طبقات اجتماعی رو هم یه تحلیلی ازش داشته باشی تا بتونی به شکل مشخص و کنکرت استراتژی انقلابی رو برای این جامعه تدوین کنی. یه جا ممکنه تکالیف سوسیالیست خیلی برجسته شدن، بورژوازی هم اصلا انقلابی نیست و حاضر هم نیست انقلاب کنه، ولی در ضمن طبقه کارگر هم آمادگی این کار رو نداره، طبقه کارگر هم کوچیکه و ناچیزه و نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین با اینکه انقلاب تکالیفش برجستن، تکالیف ضد سرمایه هم توش بسا حتی میتونن بسا برجسته تر از همه چی باشن، ماهیت دولت هم دولت انتقالی و سرنگون بشه، ولی طبقه پرولتر نداریم که این کار رو بود، چون نمیتونی دولت بورژوا و تکالیف سرنگون کنی، تکالیف سوسیالیستی رو حل کنی بدون اینکه یه جنبش پرولتری پشتت باشه. ماهیت ضد سرمایه‌داری از اینجا میاد. بنابراین به نظر من چیزی که ما از تمام این بحث یاد میگیریم تا میرسیم به اینجا، به انقلاب روسیه، در واقع همینه دیگه. اگر میخوایم بر اساس روش مارکسیستی استراتژی انقلابی تدوین کنیم، باید تکالیف، یعنی جامعهمون رو بشناسیم، بر اساس شناخت از اون جامعه تکالیف تاریخی که در مقابل این جامعه هست رو درک کنیم، این رو به شکل کنکرت نشون بدیم در مبارزات توده‌ای، نقدن توده ها به این تکالیف، به آگاهی به این تکالیف رسیدن، بر این اساس تحلیل کنیم حالا ماهیت طبقاتی دولت رو، و بر اساس ماهیت طبقاتی دولت ببینیم که ائتلاف طبقاتی میتونه این دولت رو سرنگون کنه و این تکالیف رو حل کنه. این بسیار روشی بود که به نظر من از تمام این بحث ها اومد و اینا به شکلایی در تزهایی که کومینترن اون موقع داده برجسته شده. متا کومینترن 3-4 کنگره بیشتر نداشت بسیار به این مسائل به پردازه، از کنگره 5 و 6 و 7 دست استالینیزم میفته و دیگه اصلا این مسائل رو فراموش میکنه و تو این 3-4 کنگره اول هم انقدر به اصطلاح اوضاع اروپا بحرانی بود، بیشتر کومینترن سرش گرم مداخله در مبارزات جاری بود تا پرداختن به تئوری و جمع‌بندی های تئوری، ولی خب وارد این کار شدن. ولی به هر حال من حداقل روشی که از به اصطلاح تمام این دستاوردهای کومینترن یاد گرفتم اینه که بر اساس تجربه انقلاب روسیه اثبات شد که ما باید اینجوری نگاه کنیم به انقلاب. انقلابات به اصطلاح مرکبن، انقلابات در عصر ما، در دوران ما مرکبن. اون جایی که انقلاب دموکراتیک نشده، اون جایی که انقلاب دموکراتیک شده سرمایه‌داری غلبه کرده، دولت بورژواییه، خب واضح انقلاب سوسیالیستیه. ولی اون جایی که نشده هم تکالیف مرکبند، ولی این تکالیف مرکب رو در واقع فقط پرولتاریا میتونه حل کنه. یعنی مثلا شما موقعی که دولت از بالا اومده این واحدهای بزرگ سرمایه‌داری رو ساخته و بورژوازی جدیدی شکل داده، پرولتاریای جدیدی شکل داده، خیلی از تکالیف دموکراتیک مثلا آزادی های سیاسی رو دیگه قادر نیست بده، چون میترسه اصلا بده. دقیقا چون میترسه اینا رو بده که پرولتاریا خوش سازمان بده است که رفته اون بالا با بورژوازی ساخته. بنابراین درسته تکالیف دموکراتیک هنوز این توی این جامعه هست، ولی خود این تکالیف دموکراتیک رو هم بدون سرنگونی بورژوازی شما نمیتونین حل کنید. بنابراین انقلاب پرولتری با تکالیف مرکب به اصطلاح این استراتژی میشه که به نظر من میشه نتیجه گرفت از تمام بحث‌های کومینتر.
البته بعدش به خاطر اینکه کمینترن برمیگرده به تز انقلاب مرحله‌ای، به تز منشویکی، حالا اونم دلایلش زیاده و فرصت نیست این بحث واردش بشیم، تروسکی و طرفدارای تروسکی هم دوباره برمیگردن به تئوری انقلاب مداوم، در صورتی که نه، اتفاقا به نظر من باید برگردیم به این جنبندی دقیق تر علمی تر. یعنی ما انقلاب داریم با تکالیف مرکب، این تکالیف مرکب میتونه اول مثلا جنبش انقلابی دور تکالیف دموکراتیک باشه، میتونه نه، از همون اول این ترکیب رو توی جنبش انقلابی هم ببینی، یعنی هم جنبش انقلابی دموکراتیک میبینی، هم شورش دهقانی میبینی، هم اعتصابات کارگری میبینی، یعنی هم دور تکالیف دموکراتیک داره جنگ برجسته میشه، هم دور تکالیف سوسیالیستی، یا یه جایی نه، اصلا از اول اصلا با تکالیف کارگری و سوسیالیستی شروع بشه این انقلاب. این رو فقط یه تحلیل کنکرت میتونه نشون بده از یه انقلاب مشخص. دو، اینکه اگر اینطوریه باید دقت کرد، بررسی کرد، تحلیل کرد که ماهیت طبقاتی دولت چیه، بر اساس این ماهیت طبقاتی دولت چه ائتلافی از این طبقات میتونن از نظر استراتژیک این مجموعه تکالیف رو حل کنن. اینجوری که نگاه کنیم به نظر من ساده تر از این دیگه نمیتونه باشه دیگه، هیچ نتیجه‌ای غیر از این نمیشه گرفت. از این به بعد بنابراین انقلابات در تمام جهان، در انقلابات در کشورهای عقب افتاده، در همه کشورهایی که هنوز هم انقلاب دموکراتیکش به انجام نرسیده، هنوز وچه تولید سرمایه‌داری غلبه پیدا نکرده، همینه. یعنی باید پرولتاریا بیاد هم تکالیف دموکراتیک رو حل کنه، هم تکالیف سوسیالیست رو حل کنه، راهی غیر از این وجود نداره. این اون استراتژی است که بسیار، این درسی است که به نظر من ما از این بحث‌های مارکسیستی دوران اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میتونیم بگیریم، و این اون به اصطلاح تزی است که منم مدافعشم و فکر میکنم اینه اون تز درست. خیلی نکات جزئی و پراکنده است که باید بهش میپرداختم، ولی برای اینکه خلاصه کنم بتونم تو یه ساعت بگم دیگه وارد اونا نشدم. امیدوارم حالا تو بحث و سوال و جواب بشه باز کرد. اگر بنابراین اجازه بدید من همینجا صحبتم رو قطع کنم.